سلام و امیدوارم حالتون عالی باشه کشور دوست هستم عزیزی اپلای و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم با یک ویدیو جدید که میخوایم توش در مورد استادی پلن صحبت بکنیم از ویدیو قبلیمون در مورد استادی پلن یک سال و نیم دو سال میگذره و تو این مدت ما صدها پرونده پکیج کامل ویزا و بررسی مدارک داشتیم و تجربیات خیلی بیشتری کسب کردیم و با این تجربیات جدید احساس میکنیم که یک فرمتی هست که برای بیشتر افراد یک حالت ایدئالی داره و در مورد اون فرمت میخوایم امروز با هم دیگه صحبت بکنیم که چطور میتونید توی اون سبک استادی پلانتون رو بنویسید با ما همراه باشید خب فرمتی که ما احساس میکنیم که این فرمت ایدئال هست که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم نه به طور کامل اون سوالات 5 سال سه سوال یا هفت سوال رو دقیقا داره با اون سوال و جواب با اون سیستم پاسخ میده نه اینکه در واقع یک در واقع متنی هست که هیچ بخش بندی نداشته باشه یا در واقع فقط یه انشای اسی باشه یه چیز ترکیبی بین این دوتا هست در واقع یک متن یک پارچه هست ولی هر بخشی از این متن یک عنوان داره که اون عنوان چیزیه که شما میتونید انتخاب کنید حالا تو طول این ویدیو ما یه سری پیشنهاد میدیم که احساس میکنیم که اوکی برای آدمی که تو این شرایط هست این عنوان مناسبه برای آدمی که تو این شرایط هست این عنوان و این پاراگراف مناسبه ولی در نهایت شما هستین که تصمیم میگیرید که عناوین پاراگراف های استادی پلنتون دقیقا چی باشه خب و این عناوین رو اونطور انتخاب میکنید که بهترین در واقع رپرزنتیتیو باشه از اون پاراگرافی که دارید مینویسید خب حالا با این مقدمه ما یه تعدادی از این بخش ها رو الان میخوایم در مورد صحبت بکنیم که تو طول صحبت مفصل یعنی الان میخوایم نام ببریم که تو طول صحبتمون مفصل میخوایم در مورد صحبت بکنیم بخش اول اینترودکشن هست بعد یک موتیویشن یا موتیویشن و کریر گول میخوایم بیاریم بعد از اون یه بخش وای کانادا یه بخش وای this university حالا مثلا هر یونیورسیتی یا وای this کالج بعد یه بخش why not ایران یا why not a similar program in ایران بعد یه سری بخش های خاصتر که ممکنه برای بعضیا باشن ممکنه برای بعضیا نباشن یکی از اون بخش ها why second masters هست برای کسایی که ارشد مجدد میخوام بخونن یکی از بخش ها why am i pursuing a degree at a lower academic level هست برای کسایی که قبلا یک مقطع تحصیلی بالاتر رو خوندن و الان میخوام بیان در واقع مقطع تحصیلی پایین تری رو بخونن یک بخش how, how my, proposed studies would be a natural continuation یا natural progression of my previous studies and work experience هست که این بخش در واقع واسه کسایی هستش که حالا میخوان تغییر رشته بدن یا اینکه به طور خاص تغییر کریر بدن یعنی در واقع سواق کاریشون نمیخوره با اون چیزی که میخوام برم بخونن یه سواق تحصیلیشون نمیخوره در ظاهر و تو این بخش میام در مورد اون صحبت میکنیم بعد از این دیگه میریم سراغ بحث تای حالا تای های مختلف داریم فاینانشال هست فامیلی تای هست امپلویمنت پروسپکت هست این سه تا بخش اصلی تای هست یه بخش سوشال تای هم گاهی اوقات میتونیم اضافه بکنیم بسته به شرایط فرد اینها اون بخش بندی کلی بود که من داشتم در مورد صحبت میکردم یک بخشی هم هست که قبل از تای میتونیم بیاریم یا اینکه بسته به شرایط فرد ممکن اصلا بالاتر آورده بشه و اون هم این هست که why am I leaving my program یا why am I leaving this country حالا این وقتی میشه this country که فرد توی کشور سومی باشه مثلا فرض کنید که فرد داره مثلا نروژ درس میخونه به هر دلیلی میخواد پروگرامش رو ول کنه بیاد کانادا و میاد در مورد این صحبت میکنه یا مالزیه یا ایتالیاس یا هر جایی خب یا اگر در واقع پروگرام رو در مورد این صحبت میکنیم که تو ایران مثلا دانشوی و میخواد بگه من دانشوی دکترام یا دانشوی ارشده میگه why am I leaving my program یا why am I leaving مثلا Norway خب که اونجا هم حالا میتونیم در موردش کمی صحبت بکنیم که چی میگه خب این نوع بخش, ها بخش, بندی حالا بریم تک تک در مورد بخش ها صحبت بکنیم بخش اول اینترودکشنه اینترودکشن Introduction ما میخوایم تا حد ممکن بسیار مختصر باشه و تو پوینت باشه من یک لیسانسی گرفتم تو این دانشگاه این معدلم بوده یه فوق لیسانسی گرفتم تو فلان دانشگاه این معدلم بوده فلان سال فارغ التحصیل شدم سال داشته باشه ترجیحاً که یه ایده به آفیسر بدم ما می‌خوایم یه مقدمه‌ای به آفیسر بدیم اینجا خب ما می‌خوایم که استادی پلن رو اگر آفیسر فقط بیاد استادی پلن پرونده ای ما رو بخونه از لحاظ هم یه بک‌گراندی در مورد ما متوجه میشه و هم متوجه میشه که چرا میخوایم ما در واقع اون پروگرم رو بخونیم یعنی یه چیز نسبتا شاملی باشه خب بخاطر این انتظار نشته باشین که قبلا رفته باشه حتما مثلا سی رو نگاه کرده باشه یا قطعا قبلش مثلا حتما دیتیل 1294 تون رو دیده باشه ممکنه که اون اولین چیزی باشه که میاد نگاه میکنه توی پروندهتون بخاطر این یه بک‌گراند مختصر و مفید میدیم در مورد این که چرا من قبل تو ویدیو قبلی در این صحبت کردم که ما یه خطی رو میخوایم ترسیم کنیم خب و این خط رو میخوایم نشون بدیم که این آینده ای که این در واقع کریری که ما داشتیم چه از لحاظ تحصیلی چه از لحاظ کاری یه چیز پیوسته ای بوده و الان اون پروگرامی که میخوایم بخونیم متناسبه خب خب این خیلی خوبه که این خط رو بتونیم ترسیم بکنیم ولی دقت بکنید من چیزی که تو اینترودکشن خیلی می‌بینم بچه‌ها می‌نویسن میام می‌نویسن اوکی مثلا طرف دوست دکترا داره اپلای می‌کنه اما مدرسه شروع می‌کنه من تو مدرسه مثلا ریاضی و فیزیک خوندم بعد به ریاضی خیلی علاقه داشتم به خاطر همین برق انتخاب کردم لازم نیست شما توضیح بدین که چرا رشته لیسانستون رو از مدرسه انتخاب کردید وقتی دارید مثلا دکترا می‌خونید بیشتر ما دنبال این هستیم که حالا جلوتر تو استادی پلن در مورد این صحبت بکنیم که حالا که این لیسانس رو خوندین حالا که این ارشد رو خوندین چرا دارین این دکترا رو حالا که این لیسانس رو خوندین و این ارشد رو خوندین چرا میخواین یه ارشد دیگه بخونین یعنی بیشتر دنبال اینیم نه اینکه بریم تک تک اون ترنزیشن های اولیه رو دنبالش بگردیم اوکی پس اینم در نظر بگیریم که لازم نیست داستان تعریف کنیم که من اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد این قسمت تو اینجوری میایم جلو که من این لیسانس رو خوندم این فوق لیسانس رو خوندم حالا گاهی اوقات ممکنه بیاین در مورد فوق لیسانس رو صحبت کنیم لیسانس و فوق لیسانس چرا این فوق لیسانس رو خوندم این اگه مهم باشه خیلی وقت مهم نیست یا چیز دیگه ای که بیشتر وقت مهم نیست و من میبینم بچه ها می نویسن تزه. بعضی وقتا مهمه بعدا ازش استفاده میکنید این زمینه ای که تزه رو من انجام دادم مثلا فلان اینجوری بوده یا مثلا ریسرچی که الان میخواین انجام بدین توی مقطع بالاتری که میخواید توی کانادا بخونید یا مقطع مجددی دیگه میخواین توی کانادا بخونید ولی خیلی وقتا هیچ دلیلی نداره فقط میگم تز من هم در این مورد بود خب بود چیکار کنیم میدونید یعنی ما تمام استدی بلند تک تک مراحل دقت دقتمون به اینه که این چه سوالی از آفیسر رو میخواد جواب بده و این چرا مفیده که آفیسر اینو بدونه اگه مفید نیست حذفش میکنیم اوکی okay. پس این شد اینتروداکشن ما بعد از اینکه اون بحث تحصیل رو صحبت کردیم و تموم شد بحث کار رو میای مطرح میکنیم بحث کار اوکی okay. از وقتی که من فارغ تحصیل شدم دارم تو این شرکت کار میکنم عنوانم هم اینه عنوانم بچه ها خیلی مهمه من چیزی که تو این پرونده هایی که میبینم استادی پرونده های پکیج یا پرونده هایی که حالا به خودمون داره اینی که افراد مثلا میگه من فلان جا کار میکردم و اصلا مهم نیست مثلا با... میگم خب چی کار میگن شغل چی بوده عنوان چی بوده عنوان ها خیلی مهمه عنوان هایی که تو 1294 استفاده میکنه عنوان هایی که تو استری پلن می تو سی وی می نیستی خیلی وقتا من میگم عنوان نداره ورکت از ان ایمپلوی آخه یعنی چی ورکت از ان ایمپلوی این تو فارسی شاید معنی بده کارمند ولی همه, همه شغلها شغل کارمندن دیگه یعنی هر جایی شما دارین کار یعنی این اصلا اطلاعاتی به آفیسر اضافه نمیکنه مثلا ما این پوزیشن مهمه که تو اینترداکشن بیاریم از چه سالی تا چه سالی کار میکردین کجا کار میکردین و اینکه اگه شرکت های مختلف هم یه عنوان داشتید با میتونید بگین من از این سال تا این سال در واقع مثلا سافتر بودم توی شرکت فلان و فلان و فلان میخوایم مختصر چمش کنیم بره این شد ما اوکی؟ بخش بعد اینترودکشنمون بخش دوم در مورد این هست که اصلا چرا ما میخوایم درس بخونیم من خیلی وقت سری پلن رو دیدم اصلا فرد در مورد این صحبت نکرده که من چرا میخوام درس بخونم انگار یه چیز طبیعی درس خوندنه یا اینکه واژه های خیلی دلایل خیلی مثلا کلی تو broaden my perspectives نمیدونم تو increase my knowledge این, این چیزا به درد نمیخوره شما باید دلیل سفت داشته باشید خصوصا اگر مثلا فرض کنید یه لیسانس یا فوق لیسانس گرفتین پنج سال شیش سال رفتید سر کار یک سابقه کار خیلی ترتمیز دارین نشون میدین یه عنوان خیلی بالا خصوصا وقتی فوق لیسانس دارین اصلا اینجا درس خوندن چه،, چه،, کاری اصلا شما بیاین درس بخونین یعنی وقتی یه قدم بردارین عقب اول باید در مورد صحبت کنید که من هدفم اصلا از درس خوندن جز. چرا میخوام کار رو ول کنم الان برم درس بخونم کی این کارو میکنه تو این جای کریر خب اینو اول میاین در موردش صحبت میکنیم و این معمولا آمیخته است با یه هدف کاری به خاطر همینه که ما پیشنهادمون این هست که این موتیویشن و کریر گل رو خیلی وقتا با هم میتونیم بنویسیم بعضی وقتا ممکن جدا هم رسیم. یه پاراگراف بنویسین موتیویشن یه پاراگراف بنویسین کریر گل این هم کاملا اوکی ولی این موتیویشن کریر گل رو میتونید توی یه پاراگراف بیارید خب مثلا موتیویشن شما چی میتونه باشه مثلا شما یک لیسانس مثلا مهندسی کامپیوتر گرفتید دو ساله به عنوان دیولپر دارید کار میکنید فرانت اند بک اند نمیدونم هرچی فرقی نمیکن بعد الان مثلا فرض کنید که یک شرکتی که دارید توش کار میکنید به شما مثلا شیش ماه پیش یه آفری داده یه آفر در واقع ارتقاء شغلی که توی این آفر گفته اوکی ما شما رو انتخاب کردیم که بکنیمتون مثلا چه میدونم یک عنوان بالاتری این عنوان هم باید خیلی حالا صحبت میکنیم در که چقدر مهم این عنوان چه جوری انتخاب بکنید خب ولی مثلا فرض کنید طرف فرانت اند دیولپر بوده الان میخواد بشه فول استک دیولپر طرف فرانت اند مثلا بک اند دیولپر بوده الان میخواد بشه مثلا مثلا این بالاتر آی تی منیجر خب یا هر پروموشنی که شما احساس میکنید با توجه به توضیحاتی که پایین‌تر میدم مناسبه این در واقع این پروموشن رو فرد گرفته ولی این مشروط به این بوده که بره یه برنامه تحصیلی رو توی خارج از کشور که در واقع مقطعش مقطع بالاتر هست حالا باز بسته به اون پذیرشی گرفتین مثلا یه مقت... پروگرم کارشناسی ارشد مثلا چه بنام کامپیوتر بخونه که توی زمین های فلان و فلان و فلان ایشون رو ترین بکنه شما رو در خطاب به شما دیگه شما رو ترین بکنه Uh, و uh, اگر اینو انجام بدید ما مشروط به این به بتونیم این پروموشن بدیم خب بعد مثلا شما میتونید بیاید اول موتیویشن سوال کنید خب من این پروموشن گرفتم فلان وقت 6 ماه پیش 8 ماه پیش 9 ماه پیش بعد اومدم سعی کردم که در واقع ارزم به حضورتون که شرایطو uh, یعنی در واقع این و... چیزهایی که مربوط به این پروموشن هست این ریکوایرمنت رو میت بکنم چیزی ریکوایرمنت رو پیدا کردم اپلای کردم پذیرش گرفتم و الان دارم اپلای میکنم بر ویزا. این میتونه در واقع یک موتیویشن خوب باشه دیگه چی میتونه موتیویشن باشه دیگه مثلا فرض کنید که من شغلای متفاوت مثلا من میخوام استاد دانشگاه بشم و به دکترا نیاز دارم اوکی من استاد دانشگاه میخوام بشم به دکترا نیاز دارم به خاطر همین اپلای کردم پذیرش گرفتم اومدم دکترا میخوام بخونم یعنی یه چیز استریت فوروارد این مدلی بازم تو جایی که ممکنه استریت تو دی پوینت مستقیم مستقیم ترین حالتی که میتونید اوکی بعد چی دیگه ما میخوایم بگیم توی این موتیویشن کریر گول توی این موتیویشن کریر گول ما میخوایم بگیم که چجوری این پروگرم خیلی دقیق چجوری این پروگرم قراره به ما یاد بده که چجوری شغل آیندمون رو انجام بدیم خب قبلا در مورد جا هم... همیت جاب آفر توضیح دادیم اینکه جاب آفر تو پرونده باشه خیلی تاثیرگذاره و اینکه خیلی در واقع فضا باز میکنه برای ما که بتونیم توضیح بدیم بتونیم در واقع دلیل بیاریم که چرا اون پروگرمه به دردمون میخوره خب یه بخشی که توی موتیویشن کریر گل میاریم همینه اینی که توضیح میدیم چجوری اون پروگرمه دقیقا میخواد به ما کمک بکنه که تک تک وظایف شغل آیندهمون رو یاد بگیریم به طور مثال شما قرار مثلا اون آی تی بشین آی تی یه سری وظایف داره این وظایف تو جاب اومده خب <applause> یک دو چهار پنج لیست وظایف اگر اینا نمیدونید مثلا ایده میخوایم بگیریم میتونید تو ایندید سرچ بکنید تو ایندید در واقع مثلا 5 تا 6 تا 10 تا جاب پوستینگ نگاه بکنید جاب پوستینگ که تی منیجر جاب که اون شغلتون رو بعد تقریبا وظایفش دستتون میاد چت جی پی هم بدید بهتون میگه مثلا وظایف شغل فلان چه چیه بهتون ایده میده خب اینهایی رو میایید از توی این وظایف انتخاب میکنید که بهتر میتونید وصل کنید به کورس های پروگرام شما از یه پروگرم تحصیلی تو خارج از کشور تو کانادا چی در میارید؟ یا کورس یا ریسرچ یا هر دو با هم دیگه خب معمولا کورس و ریسرچ با همه یا اینکه فقط کورس خالیه خب حالا یه سری چیزا هم از کانکشن ایجاد میکنه اونا هم قبول حالا اونا جدا میگیم ولی اصل محتوای پروگرام همینه دیگه خب به خاطر همین اگر پروگرامتون کورس پیسه شما باید سعی بکنید تک تک کورس های پروگرام رو خیلی دقیق وصل بکنید به وظایف آینده شغلیتون یعنی بگید من تو شغل آیندم قرار این وظیفه رو داشته باشم اینو تو این کورس یاد میگیرم این یکی وظیفه رو قرار داشته باشم این یکی رو تو این کورس یاد میگیرم همه اینا هم توی پروگرام هم اومده دقت بکنید ترانزیشنی که به اینجا رسیدیم چه جوری بود اومدیم گفتیم که به فرض من هدف اصلیم اینه که مثلا اون دانشگاه بشم به خاطر این به پی نیاز دارم یا اینکه هدف اصلیم اینه که فلان شغل رو بگیرم و برای اینکه به این شغل رو بگیرم نیاز به این مهارت ها دارم و این مهارت ها رو گشتم ببینم تو کدوم پروگرام هست این پروگرام رو پیدا کردم اپلای کردم براش و حالا این شغل آیندم این وظایف رو داره که تو این کورس ها میتونم یاد بگیرم یا هم این که همون بحث جاوافره. جاوافره رو گرفتم و تو جاوافره به من گفته بودن که ارشد فلان باید بگیرم گشتم دنبال پروگرام مناسب پیدا کردم ادامه قضیه این شد چی این کلیت قضیه این دوتا یا سه تا پاراگراف شد موتیویشن اند کریر کل خب بخش بعدی میشه حالا از اینجا به بعد شما دست خودتون کدوم رو میخواین بالا تر بیارین کدوم رو پایین تر گاهی اوقات به نظر من شاید اینجا خوبه که وای سکت بیاد یا اگه پروگرم کالج میخواید بخونید قبلا لیسانس دارین پروگرم دیپلومای کالجه این که why am I pursuing a degree at a lower academic level بیاد یا اگه تغییر رشتهتون خیلی شدید اون how my proposal studies is a natural continuation of my previous studies and work experience بیاد خلاصه اینجا دستتون بازه خب اینجا این ذره خلاقیت بخرج بدین ولی اگه نه اگه شرطتون خیلی استریت فوروارد پرونده خیلی معمولی احتمالا مثلا اینجا جای وای کانادا در مورد وای کانادا ببینید تکراریه دیگه موارد تکراریه ولی خلاقیت به خرج بدید میتونین خلاقیت به خرج بدید من پرونده دیدم مثلا بعضی عمرانیا ها می نویسن که اوکی بیلڈنگ کدای ما تو ایران شبیه بیلین کد مثلا کانادا است و این به این خاطر که مثلا بیلین کد ما از ابتدا که مثلا استبلیش شده مثلا از اینا اقتباس شده یه همچی چیزایی می به خاطر همین مثلا کانادا گزینه خوبیه بر من یا من یه پرونده میدم نوشته بود که من یک کرسی توی کورس uh, آنلاین گرفتم توی میلا میلا یک مؤسسه ای هستش یه اینستیتوتیه تو مونترال که واسه يه. مثلا برق کامپیوتر و تک و ای آی و ای اینجور ای ای چیز هست مثلا یه کورسی اونجا آنلاین گرفتم بعد اون وقت با فضای در واقع کلن تک و ای آی, ای توی کانادا آشنا شدم و بعد اومدم مثلا فلان دانشکار رو پیدا کردم و اپلای کردم و این یه چیزی که یه کمی خاص در باشه اینی که مثلا صرف هم که کانادا مالتی نمیدونم دایورسیم نمیدونم ولکامن همه اینا خوبه ها ولی اگه بتونید یه ذره چیز خاصتری استفاده بکنید بهتره توی رشته شما چرا کانادا نکته مثبت داره خب علاوه بر اینا طبیعتا میتونید در مورد صحبت بکنم همین چیزهای کلی که مثلا انگلیسی زبانن یا اگه مثلا کبک باشیم خب دانشگاه میتونه انگلیسی باشه من خودم میتونم مثلا فرانسه یاد بگیرم یا کلا فرانسه است من فرانسه بلدم فرانسه میتونه بهتر بشه این جور چیزا یا اینکه در مورد فرانسه ما ما پکیج بررسی مدارک به فرانسه هم داریم ما. <تصفح> بعد و همینطور ویزا و اینا هم اوکی انجام میدیم به فرانسه در مورد بگردیم سرخ قبلی این دلایل دلایل یه دیگه دلایل در دل مورد وای کانادا مثلا اینکه افوردبل تر نسبت به بقیه کشور انگلیسی زبان مثلا اینکه من همراه هم میتونه ویزای کار بگیره کار بکنه تجربه اینترنشنال کسب بکنه مثلا اینکه خودم ویزایی که میگیرم ویزای مالتیپل هست میتونم برم برگردم خانه ببینم این جور چیزا رو میتونید همه رو مطرح بکنید بعد وای کانادا میاد در مورد وای مثلا فلان یونیورسیتی مثلا وای یونیورسیتی آلبرتا اوکی حالا گاهی اوقات این تیک واید یونیورسی آلبرتا با وین آدا سیمیلار پروگرم این ایران و این دوتا رو میتونید تکیب بکنید یه تیکه بکنید خب چون خیلی وقتا ممکنه مطالبی رو بخواید اینجا در واقع بگید که یه کمی مشترک داشته باشن هدف ما اصلا یکی از اهداف ما از اینکه میایم استودی پلن رو اینجوری بینویسیم اینه که از تکرار تا حد ممکن جلوگیری بکنیم چون سیستم پنج سوالی خیلی توش ممکنه تکرار بشه موارد یعنی سوالا خیلی به نظر هم پوشانی دارن با هم دیگه ولی اینجا ما اومدیم سعی کردیم این کارو کنیم خاطر همین باز اینجا دستتون بازه اگه احساس میکنید وای مثلا چه میدونم دی University of آرووا اند بعدی پاراگراف بعدی وای نال پروگرام ایران مطالب مشترک میشه بیاین اینا یکی بکنید رفت و برگشتی میریم یعنی میگیم Why the University of Ottawa but not a similar program in Iran بعد میگه خود دانشگاه اوتاوا اینو داره دانشگاه ایران ندارن دانشگاه اوتاوا اینجوریه دانشگاه ایران ندارن دانشگاه اوتاوا این فاندو بنده داده دانشگاه ایران نمیدن حالا چه مواردی میتونیم بگیم در دن مورد دانشگاه در دن مورد دانشگاه و کلا هر دوتای اینا میتونیم رنکینگ رو مطرح کنیم وقتی رنکینگ رو مطرح میکنید رفرنس بدید خب یعنی بگین تو کیو این رنکش اینه تو, کی... تو همون رنکینگ مثلا بهترین دانشگاه ایران رنکش اینه به خاطر همین شرایط من بهتره یا اینکه مثلا یه رنکینگ رشته رو پیدا بکنید که دانشگاهتون توی اون رنکینگ از دانشگاه ایران بالاتر باشه یا اینکه به حال یه رنکینگی رو پیدا بکنید ممکن از همه دانشگاه ایران بالاتر نباشه ولی بگین از بیشتر دانشگاه ایران بالاتر مثلا تک... خیلی محدودن دانشگاهی که از این بهترن و ورود اونها هم بسیار رقابتیه بعد میتونید در مورد آزمایشگاه صحبت کنین همینجوری ننویسین فسیلیتی من میدونم مثلا the فلان has a lot of facilities and equipment خب چه فسیلیتی و اکویپمنتی که شما میخواین ازش استفاده بکنید خصوصا وقتی رشتهتون مثلا چه میدونم NBA طرف طرف من فسیلیتی زیاد دارم خب دقیقاً اون فسیلیتی منظور اینجا چیه منظور مثلا کتابخونه دانشگاه باشگاه بعد اینا چه جوری قراره مثلا دقیقاً کمک بکنم به شما خاص باشه اگه آزمایشگاهی چیزی قرار استفاده بکنین در مورد آزمایشگاه بنویسین در مورد اون اکویپمنتی که دقیقا توی آزمایشگاه هست و مثلا تو ایران ممکنه نباشه یا کمتر باشه یا در دسترس نباشه بیشتر توضیح بدید اینا چیزهایی که در واقع متن شماره مقداری میتونه خاص بکنه چیزهای دیگه ای که میتونی اینجا بنویسین یه استاد خاصه مثلا میگین که اوکی من یه این استاد اینجا پیدا کردم شبیه این استاد انقدر ول انقدر مثلا مثلا تو این زمینه خاص مثلا من تو استاد تو ایران پیدا نکردم یا اگه هستن خیلی کمن دیگه میتونید در مورد بحث فاندینگ بگین اگه فاندینگ دارین خب مخصوصا اگه فاندتون فاند اوکی یعنی شهریه رو کاور میکنه یه بخشی از هزینه زندگی هم کاور میکنه میتونید بگید اوکی من الان شهریه کاور میکنه هیچی بخشی از هزینه زندگی کاور میکنه تو ایران در بهترین حالات مثلا من شهریه نمیدونم دیگه هزینه زندگی بهم نمیدن اینم یه بخش دیگه است که میتونید بگید دیگه چیزی که من خیلی میبینم تو واینار ایران و واینار سیمیلر پروگرام ایران بچا مینیمیسن اینه که اوکی the programs in Iran are theoretical. The programs in Canada are practical یا یه چیزی شبیه به این که تمامی رشته ها ظاهرا در تمامی مقاطع در هر حالتی همه چی تو ایران تئوریتیکال اینجا پرکتیکاله و من یاد رشته های اصلا نمیخوره عجیب غریب من حقیقتش انقدر این جمله رو خوندم که دیگه برای من سر شدم نسبت بهش خب یعنی آفیسر رو نمیدونم واقعا من حالا روزی دو تا استادی پلن بیشتر نمیخونم روز آفیسر که 20 تا استادی پلن هم میخونه همه نوشتن وای تئوریتیکال مثلا ایران تئوریتیکال اینجا پرکتیکال دیگه دانشگاه اینو میگم طرف دوستان ما هم هست دانشگاه علمی کاربردی عنوان مقطعی که پروگرامی که خونده بود پروفشنال فلان چیز بود یعنی اصلا کاری بود خب استودیو نمیدونم چی هم چیزی بعد نوازندگی بود یعنی مثلا پرگرمه این بود که میرفتن میشه اصلاً، تو استودیو ساز میزدن بعد نمیشد پرگرم من تئوریتیکال میگم دیگه آقا بابا که ولمون بله کن دیگه دیگه چه تئوری دیگه چون رفتی ساز میزدی دیگه یعنی ای در این حد دیگه همه همین استفاده میکنم تو تای این حرفام هم همین مسئله هست که حالا جوتر صحبت میکنم ولی خلاصه بگرد ببینید در مورد پروگرام شما چی خواسته اونو بنویسین اگه این بحث تئوری پرکتیس هم میخوایم بنویسین یه ذره خواسترش بکنید یه رفرنسی بده از کجا ما داریم این حرفو میزنیم که همه پروگرام تو ایران تئوریتیکالن همه پروگرام تو کانادا ته... پرکتیکالن که نیستن از اینجوری من پروگرام تئوریکال تو کانادا خوندم خیلی هم تئوریکال هستی که زیاده حالا. بگذریم از این تئوریکال پرکتیکال یا مثلا میگن که پروگرام ها تو ایران آوت این اینم یه چیزیه که خیلی مینویسن خب اوکی اولا که باز جمع نبندید همه پروگرام ها دانشگاه ها تو ایران آوت دیتدن آقا ما چیکار داریم ما کجا میدونیم مثلا یه پروگرامی که شما مد نظرته که پروگرام مشابهی هستش که نمیخوایم رو بری بخونیم و اینجا دلیل میخوای بیاری و با دلیل بگو که اوتدیتد مثلا من با یه پکیج داشتم برای شما دارم طرف میگفت نه من اینو مستند میتونم بگم گفتم چی گفتم چه جوری میخوای مستند بگی گفتش رفت و رفتش اصلا واسه جلسه بعدش از سیلابس مثلا اون چیز در آورد اون مثلا پروگرام مثلا دو تا از کورس‌ها سه تا از کورس‌هاش که آقا این کورس های هایی که اینجا داره ارائه میشه مثلا مال تکس بوک مثلا 1970 80 خب و خب این مستند بود بخاطر اینکه ما میتونستیم لینک پی دی اف رو بذاریم بگیم صفحه فلان همونجی که میبینید مثلا این یا کنید تکس هاشون قدیمیه یا مطالبی که داره عنوان میشه قدیمیه این هم از این وای نات ایران این چیزایی که من تو ذهنم بود طبیعتا ممکنه موارد دیگه هم باشه باز اینجا میتونید خلاق بشید دلیل دیگه استفاده کنید کنکور دلیل بدی نیست کنکور میتونید صحبت بکنید در موردش گاهی اوقات میتونید بگید یه آزمون رقابتی هستش که من اگه بخوام برم بخونم میتونم برم این آزمون رو آماده بشم ولی تمامی محتوایی که من باید در واقع براش آماده بشم در راستای کارم, کارم نیست مثلا فرض کنید شما معماری میخواین کانستراکشن منیجمنت بخونید خب لیسانس معماری ارشد کانستراکشن منیجمنت میگیم که اوکی من باید کنکور عمران بدم اولا بکراندش رو ندارم یه بخشایی از اون کنکور و عمرانی که من میخوام بدم مستقیما در مورد کانستراکشن منیجمنت هست یه بخشای چیزاییه که نیست و من اوکی هم برم بخونم ولی فرصتم رو یعنی در واقع اون خوندن اونها در راستای هدف کاری من و آماده شدن برای اون شغل آیندم نیست این هم یه چیزیه که میتونید بگید یا اینکه من اینوری هم رفتم جلو که اصلا داشتم کیسی که مثلا طرفم گفتم که گفتش که من واقعا دو سال کنکور دادم و بهترین چیزی که قبول شدم کنکور لیسانس داشت واسه پروگرام لیسانس می بهترین چیزی که قبول شدم فلان چیز بود تو فلان دانشگاه دو بار تلاش کردم نتونستم قبول شم ولی تو کانادا تونستم قبول بشم هم به نظر من دلیل لحاظ صادقانه است و خوب دلیل خیلی خوبی هم هست تو اونم پاس شد شد اینجوری خلاصه این دلایل رو میتونی کم خلاقیت به خرج دو بنویسیم پس این شد why فلان یونیورسیتی و در واقع why not a similar program in <applause> خب چیز خیلی مهم بعدی که وجود داره همین بحث why second masters هست در مورد کسایی که ارشد مجدد میخوان بخونن اینجا خیلی خوب گوش کنید نکنید ارشد مجدد خوندن یه کمی استادی پلن نوشتنش و کلا اپلیکیشنش چالش داره آیا به این معنیه که نگران بشین حتما ریفیوز میشین نه به معنی نیست ولی دقت بکنید که این میتونه یه مقدار چالش برانگیز باشه ما باید در وهله اول تو این پاراگراف بتونیم توضیح بکنیم که این پروگرامی که شما میخوایم بخونین تکراری نیست خب باز برمیگردیم پروگرام چه معلفه هایی داره یه پروگرام تحصیلی دو تا مؤلفه اصلی داره یا کورس فورک یا ریسرچ یا کورس ورک و ریسرچ یا اینکه فقط کورس ورک خب <تص> <تص> کنم یه جایی ولی به هر حال Uh, شما میاد در مورد صحبت میکنین که این کورس ها کورس مشترک نداشتیم با هم دیگه حالا میخواین جدول درست کنین توی جدول این کورس های قبلی رو بنویسین توی جدول توی یه سوتون مثلا کورس های پروگرام آیندهتون رو بنویسین بعد پایینش نتیجه بگیریم پس ببین همونجوری که میبینی در واقع اینا هم پوشای نداره یا میخواین رفرنس بدین به پوینت تر تو کلانتین فوک ترانسکریپتاتونو گذاشتید این ترانسکریپتا اینم پروگرام مثلا لینک کورسای های پروگرام توی سایت دانشگاه همونجوری که میتونید با هم رو مقایسه بکنید میبینید هم پوشانی ندارن یا اگه هم پوشانی دارن در مورد اون هم پوشانی صحبت بکنیم مثلا بگین اوکی من 10 تا کورس قبلا داشتم تو پروگرام آینده من مثلا 7 تا کورس دارم دو تا از اینا با همدیگه مشترکن ولی این دو تایی هم که مشترکن باز تو مطالبی که مثلا تو من رفتم سیلابسشون رو نگاه کردم کریکولوم توی قشنگ اون سیلابس هر کدوم از این درس ها اون چیزایی که اینا تو مثلا فلان پروگرام ارائه میدن فرق میکنه با چیزایی که من قبلا خوندم به خاطر همین اون مطالبی که من قرار بخونم توی پروگرام آیندم تو کانال تکراری نیست حشو نیست این چیزی که خیلی میگم repetitive and redundant نیستش okay? این در وهله اول ما اینو میخوایم ثابت بکنیم وهله دوم میخوایم بگیم که این ارشد مجددی هم که داریم میخونیم اینو ما تو سو... این مطالبش تو سوابق کاری هم یاد نگرفتیم یا این من چیزی که خیلی میبینم همون که گفتم طرف مثلا فوق لیسانس گرفته مثلا 8 سال 10 سال تو بانک مثلا یه شغل بالایی داره کار میکنه خب چیزی که آفیسر میاد میگه بعد مثلا خب ارشد قبلیش فایننس بود الان میخواد ام بخونه یا برعکس خب پروگرام میگه فرق برای فایننس ام اونقدر فرق نمیکنه اکاونتینگ و ام خیلی فرقی نمیکنه چه برسه فایننس و MBA به نظر آفیسر اینا تو یه فضا هم بیزینس اسکول داره ارائه میده دیگه پروگرام پروگرام مدیریتی توره خب درسته که فرق داره ما اینا رو مفصل می نویسیم تو من دارم ذهنیت آفیسر بهتون میگم به خاطر همین شما میاین باید اینو توضیح بدید که این مطالب این پروگرم رو نه تنها توی در واقع تحصیلات قبلیتون نخوندید و یاد نگرفتید بلکه توی سوابق کاریتون هم یاد نگرفتید این هم به طور خاص بگید که من تو سوابق کاریم هم در واقع این موارد رو یاد نگرفتم یه چیز دیگه هم من اینجا دارم میگم در مورد بچه های ارشد مجدد ما اونجا تو اینترودکشن گفتیم که کلا ما تو اپلیکیشن ویزا تلاشمون بر این هست که نشون بدیم که در واقع ما دنبال درسیم خب همیشه هم قبلا دنبال درس بودیم الان هم دنبال درسیم در مورد ارشد مجدد بودنه حالا حالا چی میگیم دنبال درسی میگیم معدلمون بالا بوده دانشگاه خوب رفتیم نمیدونم همه نکات خوبه چیز مثلا مقاله داریم فلان این حرفا در مورد ارشد مجدد این که در مورد ارشدتون خیلی خوب بگید این خوب نیست بعد اینکه میگه اگه شما یه ارشدی خوندین اینقدرم خفن بودین اینقدرم دانشگاه فلان بودین شاگرد اولم بودین فلان اینا باز اون اهمیت ارشد مجدده رو کمتر میکنه تو ذهن حتی وقتی که پروگرام یه پروگرام دیگه است دقت میکنین بخاطرم اینم گوشه زندتون داشته باشین که توی اینتروداکشن این رو هم در نظر داشته باشین وقتی در ارشد مجدد دارید اقدام میکنین این هم میشه قسمت وای second masters یه تیکه هم ممکنه بیایم بگین چرا دکترا نمیخونید با اینکه اینکه چرا دکترا نمیخونید یکم ایرلونت به نظر من اینجا یعنی غیر مربوطه ولی با این حال میتونید بگید حالا دکترا طولانیه من دکترا مثلا روی زمینه خاص میخواد ریسرچ انجام بده من صرفا میخوام این کورس ها رو بگر... بگذارم این کورس ها که بگذارم اون شرایط شغل آینده ای که میخوام رو خواهم داشت و میخوام برگردم و اون شغل رو انجام بدم این شد پس در واقع در کنار این اون بچه‌ای که کالج دارن اپلای میکنن یا اینکه به هر دلیل مثلا طرف مقطع پایین تری داره اپلای میکنه اینو صحبت میکنه که این یه یعنی عنوان میاره که why am I pursuing a degree at a lower academic level چرا من این عنوان رو دوست دارم یا مثلا وای سکند ماسترز یا این عناوین رو با این لفظا یا عنوان بعدی که میخوام بگم نچرال کانتینیویشن چون اینا عناوینی که دقیقا تو ها استفاده میکنن افیسر اینا واجه هایی که استفاده میکنن ما میخوایم همون واجه ها رو استفاده بکنیم بگیم این چیزی که تو قراره بعدا تو نوت برای ما بنویسی رو من قبلا خودم اومدم مثلا یه پاراگراف در موردش نوشتم توضیح دادم مستند دقیق امیدوار میشیم که ننویسن اینو یا اگه بنویسن دیگه خب تو خیلی دست مباسه. حالا توی اونم که چرا میخوام یه پروگرمی رو بگذرونم که مقطعش پایینتره. دیگه شر بستگی داره دیگه بعضی وقتا تغییر رشته فرد میخواد بده بعضی وقت این رشته خونده که اصلا علاقه نداشته بعد اصلا شواقه کارش توی زمینه دیگه ای بوده دلایل مختلفی میتونه باشه بعضی وقت اصلا میتونه بگه که آقا این چیزی که من میخوام بخونم اصلا تو مقطع بالاتر وجود نداره چیزی که فقط ارائه میشه فقط مقاطع پایینتره. بعد وقت میاد توضیح میده که چرا اون مقاطع پایینتر تر خوندنش هم به درد ما میخوره دقت کن اینم داخل پرانتز بگم مثلا فرض که طرف یه کسی داشتیم اخیرا مثلا فرد اه, یه لیسانس معماری خونده خب الان میخواد بره یه پروگرام مثلا یو آی یو ایکس دیزاین بخونه اولا که یو آی یو ایکس دیزاین که ارشد نداره که پروگرام کالج حال کالج دیپلماس در بهترین حالت اگه بگردین گریجویت سرتیفیکیت پیدا کنید ولی معمولا کالج دیپلماس یا مثلا کالج سرتیفیکیت حالا مثلا این الان دیپلما بود خب اینجا ما مجبوریم تا حد زیادی پروگرامی که میخونیم اد لوور اکادمیک لول باشه ولی نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که اگر شما گفتین که من معمار بودم و بعد مثلا 4 سال پنج سال 6 سال به عنوان یو آی دیزاینر کار میکردم الان که میگید من میخوام برم پروگرام یو آی دیزاین بخونم این قابل قبول نیست واسه آفیسه میگه اگه یو آی دیزاین تو پروگرام کالج دیپلوم رو میخونی چجوری چهار سال یو UX یو ایکس دیزاینری خب اینم دقت بکنید در مورد سوابق کاریتون که مینویسید این تناسبه باید حفظ بشه اینی که آفیسر بیاد بگه که من قانع نشدم این پروگرام قرار چیزی به شما یاد بده به خاطر تحصیلات قبلی و سابقه کار قبلی رو همیشه تو ذهنتون داشته باشین داشت. اوکی okay, اینم از این پس این شد why second masters یا yeah, why am I uh, pursuing a degree at a lower academic level اوکی okay. خب ما قسمت بعدی که می‌خوایم در مورد صحبت کنیم ناتورال کانتینیویشن و عنوانی که من برایش میدم خوب ولی سوال اینجوری اینجوری میتونه بشه که هاو مای پروپوزد استادیز این کانادا وود بی ا ناتورال کانتینیویشن یور ناتورال پروگرشن اف مای پریویس استادیز اند ورک اکسپیریانس این مطرح میشه اصلا برای چی ما اینو فکر کردیم بخاطر اینکه افسر میاد بعضی وقتا مینویسه که Your proposed program is in an unrelated field. و این رو برای خیلی پروگرمایی میگه که واقعا ریلیتد هستن به نظر ما. به فرض مثلا طرف لیسانس مهندسی داره و الان میخواد ام بخونه. میگه مثلا the PhD previous degree was in an unrelated field. یا مثلا چه مثلا صنایع به مدیریت یا خیلی اصلا ترکیبایی که اصلا فکر میکنی شما خیلی منطقی یا معماری به construction management یا مثلا هر کدوم از این چیزایی که یک کمی عنوان عوض میشه آویزر ممکنه بیاد اینو بنویسه. این ما برای جلوگیری میایم اینو می‌نویسیم. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا این یک رشد طبیعی آدم است که ممکنه مثلا با یه لیسانس معماری بیان کانسترکشن منیجمنت بخونن با یک لیسانس صنایع بیان مدیریت بخونن با یک مثلا لیسانس مهندسی بیان ام بخونن اینا میخوایم بگیم رشد طبیعیه خب یا خیلی چیزهای دیگه طرق تر که رشته ها مثلا دارن مثلا برق به کامپیوتر نمیدونم کامپیوتر به مثلا ریاضی به کامپیوتر ساینس این چیزا یه راهش چیه؟ یه راهش اینه که شما میایید در واقع یه سری افراد رو پیدا میکنین که ترجیحا توی همون دانشکده در وحله دوم تو دانشکده های دیگه هستن با بکراند مشابه یعنی چی؟ یعنی اینکه طرف دقیقا همون لیسانس به فرض صنایه رو داشته و الان تو بیزینس سکول حالا یا مثلا استاد ترجیحاً یا لکچرر چیزی ولی بک‌گراندش مثلا لیسانس سنایه بوده مثلا ارشد دکترا رفته مدیریت خونده این پرسه یا اینکه اصلا کلا دکتراش هم صنایه بوده ولی اومده تو بیزینس سکول داره کار می‌کنه شما می‌خواید نشون بده این ترانزیشن این ترانزیشنی که قبلا آدم هم انجام دادن چیزی نیست که من دوباره برای اول دارم انجام میدم خیلی آدم انجام دادن خیلی چیز طبیعیه اوکی این در مورد بحث چیز این در مورد بحث تحصیل در مورد بحث کار هم باز میتونید این رو بگید یعنی این ترانزیشن کار من به این پروگرم تحصیلی هم ترانزیشن طبیعیه اون رو هم باز میتونید در مورد صحبت بکنید این هم بر در مورد این Natural پروگرشنه مختصر قبل از اینکه بریم سراغ تای در مورد اون پاراگرافی که why am i leaving my program یا why am i leaving مثلا چه میدونم ایتالی جرمنی ترکی اینها اینو ممکنه بخوایم بالاتر بیارید اصلا خب چون گاهی اوقات خیلی مهم میتونه باشه یا مثلا یه اپلیکنتی داشتیم ما الان why am i leaving south korea خب تو کره جنوبی مثلا که چرا یا هر جای دیگه ای یه چیزی که خیلی وقتا میتونید مطرح بکنید این بحث زبانشون هست مثلا میتونید بگین که من اینجا درسته مثلا پرگیرم که دارم میخونم به انگلیسی هست ولی نمیتونم با آدم ها خیلی ارتباط برقرار بکنم و حتی با مثلا هم هم, نمیتونم ارتباط خوبی برقرار بکنم به خاطر اینکه مثلا زبان اول این کشور فلانه و من این زبان رو بلد نیستم این یکی از دلایلی شد که من در واقع بخوام تصمیم بگیرم که مثلا این پروگرم رو ول کنم مثلا بیام کانادا درس بخونم دلایل مختلف دیگه میتونید بیارید مثلا میتونید بگید که من انگیزه مثلا این رشت این پروگرمی که دارم میخونم پروگرمی است که دقیقا علاقه من باشه ریسرچی که دارم میکنم و دوست ندارم چیزهای مختلف میتونید بگید اینسنتیو مالی اگه داشته باشین اوکی مثلا اینجا واسه فایننشیال ساپورت ندارم یا خوب نیستش فایننشیال ساپورتی که مثلا تو کانادا گرفتم شاید بهتری داره یا رنگ دانشگاهی که تو کانادا میخوام بیام بهتره نسبت به رنگ این دانشگاه یا به هر ترکیبی از اینا دیگه حالا بسته به این که شرایط چجوری هست میتونی در واقع این موارد رو بیان عنوان بکن در مورد اینکه توی ایران هستین و پروگرامتون رو میخواین ول کنین هم به نظر من بد نیست یعنی یه چیزی که بچه ها خیلی وقتو میترسن ازش اینه که من مخفی کنم حتما این پروگرامی که الان دارم میخونم رو به نظر من بستگی داره طبیعتا من نمیتونم توصیه بکنم اینجا شما پروگرامی که میخواید بخونید رو مخفی بکنید چون در واقع یا دارید میخونید و مخفی بکنید چون به حال دیگه حالا میسرپ یه ویدیو درست کنیم در مورد میسرپ توضیح بدیم یعنی چی ولی چون این متریال فکته با اینکه در موردش از اون سوال نمیکنن شما منطقیه که توضیح داده باشید مثل مثلا یک مقطع قبلیه شما به فرض مثلا یه مقطع قبلا یه مثلا یه ارشد خوندین به فرض خب بعد در مورد اون ارشده صحبتی نکنین خب هیچ جا مثلا ننویسین چیزی ننویسین فلان اصلا به رو خودتون در مورد لیسان صحبت کنین و بعد بگین رفتین سر کار فلان این میسرپه این کاملا میسرپه هر کاری کنین بالا بریم پایین بیاد این میسرپه حالا اینکه بفهمند، بم بخورین نه این یه بحث دیگه است خب ولی میثره پس این هم به نظر من تا حدی میسر می باشه البته یکم باید سختگیر باشه آفیسری که بخواد بی میثره بزنه و اصلا معلوم هم نیست گیر بیفتین ولی مثلا با این حرفا کاری ندارم با این حرفو کار با این نوزتو دارم میگم که اگر شما دارید یه برنامه مثلا دکترا رو تو ایران ول میکنید و میخوایم بیاید توی کانادا برنامه دکترا بخونید خیلی دلایل خوبی میتونید بیارید که چرا من برناممو دارم ول میکنم و میام بحث باز مالیو میتونید مطرح کنین بحث رنکینگ دانشجو میتونید مطرح کنین بحث آزمایشگاه ها رو میتونید مطرح کنین بحث استادا رو میتونید مطرح کنین ریسرچ uh, اریایی که اون داره کار میکنه مثلا علاقه بیشتری بی نسبت به کاری که دارن داریم خیلی چیزایی میتونیم مطرح کنیم که یه دلایل سفتی آورده باشین برای این موضوع اینم از این قسمت یه دونه اونده دو آخر میریم سراغ بحث تای خب رسیدیم به بخش آخر و این بخش بخش وابستگی ها هست ما چهار مدل وابستگی داریم وابستگی خانوادگی وابستگی مالی وابستگی شغلی و وابستگی اجتماعی خب اول در مورد بحث فامیلی تای صحبت میکنیم در مورد فامیلی تای میتونیم بگیم من هر هر کدوم از اعضای خانوادهتون که ایران هستن به نظرم میتونید ذکر کنیم پدرم مادرم خواهرم برادرم اینا ایران زندگی میکنن باشون رابطه خوبی دارم دوستانم برگردم پیششون زندگی کنم یه سری موارد دیگه که افراد چیز میکنن ام، مثلا ام، مثلا پدر مادر من این سن رو دارن سنشون رو به نظر من شاید اوکی هست مطرح بکنید ولی به شرطی که سنشون بالا هست یک تمپلیتی uh, هست که افراد استفاده میکنن ازش مثلا میگه my parents are in their فلانیز 70s 60s بعد یه اپلیکنتی ما داشتیم من هم همون ورشو بود استفاده میکرد اینا نوشته بود که my parents are in their 40s <laughs> بدم به ازش جوون بودم بعد دیگه من خودم که آقا این هدف از این فضا نوشتن اینه که صدشون زیاد ولی فورتی که دیگه برادر <applause> <applause> تو این یعنی دقت بکنین از این تمپلیت ها به نظر من استفاده بکنین میتونین استفاده بکنین دست اونایی که تهیه کردن درد نکنه واقعا ولی اون استادی پلن برای یه هدف خاصی نوشته شده شما استادی پلنتون برای یه هدف خاص دیگه باید بنویسین شما با توجه به شرایطتون باید اون استری رو اصلا به نظر من نباید استفاده کنی ولی اگر هم استفاده میکنی کار این میشه که در واقع یه سری واژه ها یه سری در واقع جملات است... کلا مشترکن توی همه استدی پلن و تا جایی که میتونید سعی کنید من میگم بدونید چی میخواین بنویسین الان که این ویدیو دیدید یه ایده کلی دارید بعد دیگه خودتون بنویسین واقعا نه تمپلیت نگاه کنید چون تمپ... اگر تمپلیتی دست شما رسیده 200 نفر قبلا دستشون رسیده 200 نفر یه 20000 نفر اینجوری بهتون بگم چون من مثلا همین 40 و حداقل تو مثلا چند هزار تا استادی پلن حالا من نمیدونم چقدر تا استادی پلن خوندم ولی تو هر چی که خوندم تقریبا دیدم نکنین این کارو <laughs> حالا سن پدر مادر رو ب... بگردیم سن پدرماده مادر رو وقتی استفاده بکنید که واقعا سنشون بالاست اگه سنشون بالا نیست چیز نکنید استفاده نکنید به نظر من و حتی اگه سنشون هم بالا هست به نظر من من دوست ندارم اینجوری که نه اینا حتما بیماری دارن و من به خاطر بیماریشون باید برگردم ولی اگه این سمت میرید که میگین این بیماری هست باید در مورد این صحبت بکنید که چرا کسی دیگه ای مثلا خواهر برادرتون مراقبهشون نمیتونن باشن ازشون نمیتونن مراقبت بکنن ولی خب باز این مسیرم هست که به هر حال هر کدوم از کاربردار یه جوری مشغول افراد نشون میدن که نه این تنها وظیفه به عهده منه من احساس نه حقیقتش من روک بخوام بهتون بگم این نظر شخصی واقعا نمیدونم ولی من فکر نمی این تأثیری داشته باشه اینکه میگین مثلا من پدر مادرم مثلا سنشون بالاست من فقط بعد ازشون مراقبت کنم بردر خواهرام اون هر کدوم مثلا فلانن خدای نکرده مثلا فلان یا سه شهرهای دیگه و اینا نمیتونن من تنها کسی هم که میتونم ازشون نگهداری بکنم من فکر نمی این تاثیر داشته باشه چون من تا خیلی هم اینم که میگیم مثلا من ف... مثلا چه میدونم پسر سومم از سمت راست دختر هفتمم از سمت چپ نمیدونم وسطی هم از این ور بعد تو فرهنگ ایرانی مثلا این پسر سوم از سمت چپه که در واقع... به صورت خاص نیازه که در واقع مواظب پدر مادر باشه مثلا اگه پسر دوم باشین این وظیفه به عهده شما نیستش فقط وظیفه پسر سومه <تص> اوه چه حرفی مثلا من اینا رو نمیدونم اینا رو ننویسیم واقعا اینا رو ننویسیم ببخشید یه مقداری رفتم کنار منظورم اینه که یه چیز منطقی باشه کافیه حقیقت اینه که فامیلی تای شما اگر مجردی دارید اقدام میکنین ام... که هیچی ولی اگر متعهلی نارین اقدام میکنین فهمی همون همسرتونه فرزندتونه اگه دارم باهاتون میان شما فمیلی تایی ندارید واقعا کنید ندارید دیگه روک بگم نترید خب اگر ایران میمونن که حالا اون بحث دیگه است که خیلی مفصل اونم باید جدا زدمون صحبت بکنیم که من به طور کلی ما پیشنهاد نمی کنیم که جدا اقدام بکنید با اینکه شانستون بیشتر میشه ولی درد سر بعدا اذیت میکنن سر ویزا دادن ولی اگرم تصمیم گرفتین جدا اقدام بکنید حتما بنویسین که من سه ماه 6 شش ماه دیگه این مشکل همسرم حل میشه براش اقدام میکنم بر ویزا اینو حتما بنویسین حتی اگه جدا دارین اقدام میکنید اوکی اینو ببندیم خلاصه شما این مثلا این پسر سوم مثلا از این ور دختر دوم اخ... فعلا اینا نیست خب تا ای شما این کلی فکتاست برادر خواهراتون ایرانن یا کانادا هن پدر مادرتون ایران هن یا کانادا هن؟ یا این کسان یک کشور دیگه است اینا اینا فکت های اصلی اولی است خب در مورد مدارک پزشکی و نمیدونم اینا هم اگر دوست دارید بذارید به حال این مدارکی که به نظر من اگه پرونده به کورت برسه ممکن ازش استفاده کنه با اینکه من فکر می که خود آفیسر خیلی بهش اهمیتی نمیده قسمت بعد فایننشال asset هست دارایی هاتون هست هرچی دارایی داریم بنویسیم دقت بکنید asset اموالی هستند که نقد پذیری پایینی دارن خونه زمین مغازه بیزینس اینا اموالی که نقد پذیریشون بالا مثل مثلا حساب بانکی مثل مثلا فرض کنید که طلا مثل مثلا ماشین این چیزهایی که نقد پذیشون بالا است محسوب نمیشه حالا اگه میخواین بنویسین بنویسین من نمیگم ننویسین و دقت بکنید که اینا است محسوب نمیشه اینا رو در وحله اول برای خودتون اگه خودتون مثلا است خاصی ندارین در مورد پدر مادرتون اینم من مطرح خیلی میشنم بچه میگن که اوکی من الان مثلا چه میدونم 22 سالمه 23 سالمه 26 سالمه منطقی نیست خونه ای داشته باشم و اگر خونه ای داشته باشم آفیسر در واقع میاد میگه که تو چجوری این خونه رو خریدی اینطور نیست <applause> اداره مالیات نیستش که اداره مهاجرته نمیاد نگاه کنن که آقا شما چجوری این خونه رو خریدی اگر شما استی به اسمتون هست دیگه به اسمتونه برای شماست و این کمک میکنه به تای شما اون جایی که اداره مهاجرت میاد میگه که شما این پول رو از کجا آوردی وقتی که شما نشون ندادی پول از کجا اومده نه یه اسیت آفیز، آفیزر ممکنه شک کنه که شما اینو قرض گرفته باشید مثلا یه پولی میذارین که منبع نداره یا مثلا یه تمکن یه روزه گذاشتید که منبع مشخصی نداره اینو مثلا میاد میگه پول از کجا اومده ولی اینجوری نیست که یه اسست سفتی که شما داشته باشین بگه چه اینو خریدید من تا حالا نیدم بیاد بگه چه شما اینو خریدین اصلا بابام بهم به داده چیکار داری میدونین؟ یعنی این خیلی رلوونت نیست با این اسستی اگه دارید حتما بذارید و نکته مثبت اینم اینم باز در مورد اینکه چقدر اسست زیاده به نظر من مثلا در حد مثلا 4 5 تا سند اینا کاملا اوکیه خب گرچه اگرم بیشتر داریم به نظر من بگین که بیشتر داریم باز یه ایده ای افراد دارن که میگن که اگر شما خیلی پول دار باشی چرا باید درس بخونی که من اینو متوجه نمیشم یعنی کسایی که خیلی پول دارن مثلا نباید درس بخونن دیگه مثلا چیز اینا خیلی پول دارن دیگه باید برن خونهشون بشینن من این این تئوری رو متوجه نمیشم این ایده رو که چرا منم جایی ندیدم که آفیسر بگه شما که خیلی پول داری چرا مثلا تو اینو مثلا تو نوتی من ندیدم ولی این یه باوریه که خیلی رایج ظاهرا نه اتفاقا کسی که پول داره حالا به دلیلی که قبلا مفصل صحبت کردیم احتمالی که ویزا بگیره بالاتره و بتونه اگه نشون بده که در واقع خانواده‌اش خودش پول دارن به این دلیل که در واقع احتمال اصطلاحاً تو چیز مهاجرت فلایت ریسک کمتری هست یعنی احتمال اینکه مثلا غیرقانونی تو کانادا بمونه کمتر هست به خاطر اینکه شرایطش تو ایران لازم مالی خیلی خوبه و دومی که احتمالی که پناهنده هم بشه بخواد مثلا اون شرایطو مثلا بخواد تجربه کنه یه مقداری کمتر هست به خاطر همین احتمال اینکه بهش چیز بهتری مثلا شانس ویزاش بالاتر بخواد یعنی میتونید نشون بدید که لازم مالی شرایط خوبی دارین نشون بدین اوکی okay. این هم از این بحث ایمپلویمنت پراسپکت هم خب مفصل صحبت کردیم یعنی بحث اون آینده شغلی بالا توی قسمت موتیویشن این کریر گول در که من بعدا که میخوام بیام مثلا این شغل رو دارم اصلا به خاطر این دارم میرم درس میخونم و اینها ولی اگه نه باز جواب فری دارید اینجا در موردش میتونید صحبت کنید اگه اون بالا صحبت کردید خیلی کوتاه اشاره کنین که مثلا آی هاف سکیورد مثلا پروموشن آفر فرام فلان شرکت تو بیکام فلان اگه اون شرکتی باشه که قبلا کار کردی توش خب طبیعتا بهترم هست اگر نباشه هم حالا یه جوری هندل کنید قضیه رو که این از شما شما رو از کجا میشناسن چه جوری با موشن شد اینا چه آفر رو بهتون دادن و اینها جاب افر میتونه اخیرا باشه میتونه قبلتر باشه زمانش یعنی قبل پذیرش باشه فقط باید اینا دقت بکنید که تاریخ ها با اون عنوانی که داره میکنه حالا جواب افر بس مفصل جدا باید ویدیو بزنید ولی اون خطابی که داره فرد رو میکنه درست باشه بعد اگر شغل شما باید توش مشخص باشه وظایف شغلی تو مشخص باشه بعد اینکه چرا پروگرمی که اینترنشنال میخواید که میخواید بخونید باید توی اینترنشنال باشه چرا تو چه وظایف تو چه چیزایی شما رو باید تو چه مهارت هایی شما رو باید تقویت کنه اینا چیزهایی که همه باید توی جاب آفر بیاد نه اینکه بیاد در مورد شما تعریف کنه که مثلا دیسیز really مثلا ریلی گود امپلوی مثلا وی فلان نه اینا نه قشنگ بیاد این محتوایی که رلوونت به این هدف ما بیاد در مورد اینها صحبت بکنه اینا میشه جوافرتون یه بحث سوشال تای هم در نهایت داریم این بخش سوشال تای اگر مثلا عضو گروهی هستین فرهنگی ورزشی هنری نمیدونم جایی به صورت داوطلبانه کاری انجام میدین خیریه ای چیزی اینا مواردی که میتونین بنویسین نحوه عنوانش هم اینه که ما من مثلا چه میدونم با یه تیم کوهنوردی هر هفته مثلا ده ساله دارم میرم کو مثلا این آدمایی که من باشون خیلی اونس گرفتم خیلی رابطه خوبی دارم این همچین گروه مثلا دوستانیه که در واقع درست کردم از این طریق و این فعالیت رو با هم انجام میدیم من دوست دارم به این برگردم اینا به حال چیزهایی که ضعیفتر نسبت به اون موارد بالاتر ولی خب به هر چیزهایی که میتونین استفاده کنین و بزنین خیلی خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم توی این ویدیو ما این ویدیو طبیعتا امیدوارم کمک کرده باشه بهتون با این حال ما یه پکیج بررسی مدارک داریم که توی اون پکیج سه جلسه هست که از طریق اسکایپ ترجیحاً تماس میگیریم که بشه جلسه رو رکورد کرد بعد به رکوردش دسترسی داشته باشین دو جلسه اول با خانم قمری هست که فوق العاده مسلط هستن جلسه سوم با خود من هست و تو این جلسات شیر میکنیم مدارک رو میفرستین باز میکنیم پیشکری میکنیم میخونیم میریم پایین بهتون فیدبک میدیم که چجوری میتونیم واسه جلسه بعد بهترش بکنید خودتون و خودتون بهترش میکنید جلسه بعد دوباره با هم دیگه میخونیم غیر از این پکیج کامل ویزا هم داریم که اونجا دیگه فرما رو ما پر میکنیم ارزم به حضورتون که فایل رو ما آماده کنیم باز استادی پلن خودتون می نمیسین. اونجا دیگه این جلسات و در واقع تماس ها و اینا نامحدود هست تا حدی که در واقع بتونیم مطمئن بشیم که استادی پلنی که دارید استادی پلن ایدئاله فایل که آماده کردیم همه چی اوکی مرتبه من که بریم جلو سابمیت بکنیم در مورد این پکیج بررسی مدارکم اون تمام تماس ها و در سوالات و اینا محدود به اون سه تا جلسه صرفا که هر کدومش حد میتونه یک ساعت و باشه گفتم جزئیاتش رو در داشته باشین اگر هر کدوم میخواین به آیدی وقت مشاور داخل بیو کانال تلگرام پیام بدید اگه پکیج کامل میخواین باید چک بکنید که اول شرطتون رو بگین که ببینیم ما پرونده‌تون میتونیم قبول کنیم یا نه اگه بررسی مدارک میخواید میتونید بگید بررسی مدارک با هر سیستم میتونید بگیرین هم برای ویزای استدی پرمیت و ورک اینها میتونید برای سیم مدارک هم برای ویزیتور ویزا میتونید برای سیم مدارک خیلی ممنون که با ما همراه بودین حتما توی چنل من سابسکرایب بکنید و این زنگوله هم روشن بکنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد اگه ویدیو جدید درست میکنیم بهمونم به فیدبک بدید که چه ویدیو های درست بکنیم که کمکتون بکنیم بیشتر تو پروسه اپلای و همینطور ویزا امیدوارم که شب روز خوبی داشته باشین قربون شما خدا نگهت.